عوض میکنید. فرمانی برای تمرین تاکتیکی یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. تمرینی تاکتیکی که با حضور فرمانده کل ارتش آغاز شد. تهدید هر چقدر تغییر بکند، اینها میتوانند متناسب با اون تهدید اقدام متقابل انجام بدن و از صحنه رزم موفق بیرون بیان به یاری خدا انشالله. برای نخستین بار است که یگانهای هجومی با کنش سریع و هوابرد ارتش همزمان تمرین تاکتیکی انجام میدهند. 4 مرحله انجام میشه. مرحله اول شصت‌بازا فرود میان. در این مرحله چتربازان زبده با پرش از ارتفاع 10 کیلومتر را با 2 سرعت طی کردن. تکاور شدن مدت افزون کنند. حروس دستیر مرد بیرون کنند. آنها سپس خود را به نفربرها رساندند. سوار نفربر بشه و با تجهیزات میکانیزه حرکت بکنه و مسافتی رو طی طریق و در نهایت بعد از اون بتونه تیراندازی و اهداف خودش رو تسخیر بکنه. بایستی که 2 تیم سقوط آزاد در منطقه فرود بیان. تیم اول در منطقه نفوذ میکنه، تامین این یگان متحرک در زمین رو فراهم میکنه. اینجا مهارت در پرش با چتر، آمادگی جسمانی و تمرین های عملیاتی همزمان توسط یگان های تیپ 55 هوابرد، تیپ 37 زرهی و مرکز آموزش علوم و فنون ارتش انجام شد. از اون تجربیاتی که در مسابقات ارتش های جهان در حقیقت کسب کرده بودن، اینو به همدیگه ترکیب کردن. در این تمرین تاکتیکی از تجهیزاتی که توسط نیروی زمینی ارتش بومی سازی شده بود استفاده شد. این چتر سقوط آزاد هست که برای نخستین بار توسط تیپ 55 هوابرد شیراز توی کشور ساخته شده. این چتر برخلاف نمونه خارجی آن قابلیت حمل اسلحه و بار دارد. هر نفر میتونه تا 50 کیلو وزن به علاوه اسلحه خودش با این چتر حمل کنه. همچنین از تانک و نفربرهای اوورهال شده هم در این تمرین تاکتیکی استفاده شد. اومدیم با تغییرات زیادی که دانش تخصصی جوانان ما بود و توانایی‌های تخصصی و فنی اونها، اینا همه به روز شدن متناسب با تجدید روز و با توانایی‌های جدید. تحرک و قدرت تهاجم از جمله ویژگی‌های این تمرین تاکتیکی بود. این تمرین تاکتیکی موفق نشان داد که یگان‌های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی کشورمان قرار داره. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سیاه‌دارنگون شیراز.